هیچی از اینا نیست، مثل پول فیات میمونه و برای خودش داره قانون میذاره که حالا به هر حال بحث اون سازمانی که اینا رو داره منتشر میکنه مورد وثوق بودن اینها اهمیت زیادی داره. این استیبل کوین ها خیلی شبیه ای ووچر ها هست، فقط نکتهش تو اینه که ای ووچره قیمتش با دلار داره بالا پایین میشه. یعنی مثلا یه ووچر پرفکت مانی 10 دلاری بخری 10 تا 26000 خورده ایه، یا وب مانی بخری 10 تا مثلا 26 خورده ای، یه ذره بالاتر پایین تر هزینه شه، ولی توی استیبل کوین همیشه مبلغ یکسان. ببین مثلا مثل چی میمونه، شبیه این کارتای هدیه و کارتای تلفن و اینا، یا مثلا ایرانسل فکر می‌کنم دیگه الان اون کارت‌ها وجود داشته، می‌خریدن روش می‌کشیدن یه کد بود مثلا شارژ 10 تومانی شارژ 5 تومانی، یه همچین چیزی تو ای ووچرا وجود داره، امکان خرید و فروشش هست، خیلی راحت تو ایران می‌تونید بخرید بفروشید، حتی سایت پرفکت مانی هم می‌رین توی این ترد پارتی‌ها یا پارتنرشیپ‌هاش که نگاه می‌کنید، یه سری سایت‌های ایرانی هم هستن که حاضر پرفکت تو می‌گیره، مورد تایید اون چیزام هستن، پرفکت مانی پرفکت تو می‌گیره، معادلش شتابی ریال می‌زنه به حساب ایران، کسب و کارش معادلش مثلا صرافیه. یکی از اون داستانایی که میتونیم گفتم بیل کلنگ میتونیم بفروشیم، مثلا خدمات اینطوری را بندازیم. کاربردهای متنوعی داره ووچرهای پرفکت مانی، خب توی حوزه های مختلف استفاده میشه، یه مقداری رد پول رو میتونه جابجا بکنه، و هر حال تو همه چی این وجود داره، یعنی چاقوی دولبه است. بیشترین ما هی میگیم کریپتوکارنسی مثلا میتونه فردا این اتفاق براش بیفته، در صورتی که 1% پولشویی دنیا سال 2018 با چیز پول فیات انجام شده، در صورتی که بقیش با ببخشید با 1% با کریپتو، الباقیش با پول فیات انجام شده. همه اون پول فیات رو ول میکنن، 1% رو چسبیدن، تبدیل به فیات میشه کرد خیلی راحت، کارمزد کم، سرعت بسیار بالا. دو تا وبسایت پرفکت مانی و وب مانی هست، فارسی گوگلش بکنید کلی سایت براتون میاره که این خدمات رو بهتون ارائه میکنه، و خب به هر حال قابلیت های خوبی داره. توزیع ایردراپ رو با هم صحبت کردیم، نمادش مشابه همین شکله. توزیع رایگان توکن یک روش بازاریابی مدرن، استفاده از ظرفیت ریفرال، یعنی من به شما، شما به دوست، دوست به دوستش، شما از این معرفیه داری استفاده میکنی. اگر داری از ما یعنی میخوای روی ایردراپ ها کار کنی، یه سری میگن ایردراپ هانتر، اکثرشون هم که تو یوتیوب نگاه میکنی هندی هستن و خوبم کارن، کار میکنن، کلی هم طرف هر کوین هر توکنی میاد رو ایدراپش داره میره، بالاخره یکی از اینا هم مثلا بشه مثل بیت کوین، طرف بار خودشو بسته. بهترین کیف پول برای این مای اتروبلت، توی قسمت کیف پول ها آموزش بهتون میدن که چجوری ایجادش بکنی. برای دریافت ایدراپ ها بعد یه مقدار زمان بذارید، مثلا یه اکانت تلگرام، توییتر، ایمیل داشته باشین، چون بهتون میگم مثلا یه سری کارا رو انجام بده، ما رو فالو کن، این کارو بکن، این کامنتو بذار، اینو بزن، ری توییتش بکن، مثلا انقدر میریزم حسابه. تو مای اتر والت میتونی ببینی مثلا انقدر از این توکنه ایردراپ شده تو حسابت و شما میتونی ازش استفاده کنی، بعدا هم میتونی بفروشی. اما نکتهش اینه که اینا همشون تو همه صرافی محدودی اینا رو پوشش میده، بعد برای تو همون صرافیه بفروشی، یه خود گیر و گرفت داره، ولی به عنوان یک سرگرمی و یک محل درآمد میتونی ازش استفاده کنی. از وبسایت etherscan.io و airdrop.io شما میتونید اطلاعات کاملی رو در خصوص این ریفرال ها و airdrop هایی که گرفتین به دست بیارید، و خدمتتون عرض شود که حواستون باشه توی این airdrop ها یه مش آدم گرگ نشستن دنبال اینن که جیب بقیه رو بزنن، مثلا میگن اینقدر بده، مثلا اینقدر بهت میدیم، یا اینقدر تخفیف روشه، مثلا بخوایم اینو منتقل کنیم به حسابت پرایویت کی تو بده. حالا توی قسمت کیف پول میگم شما یه پرایویت کی داری، یه پابلیک کی داری. پابلیک کی مثل آدرس شماره حساب بانکیتونه، پرایویت کی مثل رمز دوم کارتتونه، رمز اول اینترنت، رمز اول کارتتون، رمز اینترنت بانکتون میمونه که نباید به هیچ کسی بدید. ببین ما الان یه دو سه تا مفهوم با هم رفتیم جلو. میگن توانا بود هر که تمرین کند. برای این حوزه کریپتوکارنسی خب ما یه دوره 8 جلسه‌ای 16 ساعته داریم، و اگر بخواد این مطالب رسوب کنه احتیاج به این هستش که شما تمرین کنید. من الان یک بحث توکن رو مطرح کردم،
یک بحث ایردراپ رو مطرح کردم و حالا الان هم میخوایم بریم سراغ آی سی او. و خب اینا تفاوت با هم داره، تفاوت ها رو با هم دیدیم. توکنه مستأجر یک بلاکچینی بود و میومد یک قرارداد هوشمندی رو طراحی میکرد که یک سری عملیات رو انجام بده. قرارداد هوشمنده چیه که جلوتر با هم میبینیم. و آی سی او اینیشال کوین آفرینگ یه عرضه است، میتونه کوین و توکن باشه. همونطور که میبینید اینجا مثلا آیوتا، ای تی ایچ، اتریوم، اینا جز مواردی بود، یا ان اکس تی که اصلا کلی هم روش پلتفرم قوی داره بابت همین آی سی او ها و قراردادهای هوشمند. بازدهی هاشون رو نگاه کنید، آر او آی ای تی ایچ چیه؟ 2700، 2700 برابره. داشتم توی اینترنت دنبال این میگشتم، مثلا آدمایی که توی این حوزه پولدار هستن که بحث جلسه بعدی مونه، دیدم به یه مقاله از اون تایتل های که خود گوگل توضیح می نویسه یه اسمی رو نوشته بود تو ذهنم نمون، که اومده موقعی که بیت کوین 12 دلار بوده 1000 دلار از مادر بزرگش چیز میگیره، پول قرض میکنه و میاد میره بیت کوین میخره، چون مادر بزرگ متمولی هم بوده، و میاد رو حدود 100 دلار میفروشه. خب ببینید این اتفاقات خیلی افتاده دیگه. واقعا اگه آدم بدونه که این چقدر میتونه رشد بکنه، شاید حالا حالا فروشنده نباشیم. من همیشه این سوال رو تکرار میکنم تو کلاس ها، میگم که بیت کوین چقدر بشه میفروشی همشو؟ این سواله. اگر شد 100 هزار تا همه رو میفروشی؟ شد 500 هزار دلار همه رو میفروشی؟ همه رو میفروشی؟ شد 1 میلیون دلار چی؟ چون تو اون مدل S2F تا 10 میلیون دلار هر یه واحدش رو داره تخمین میزنه، حالا مثلا 20 سال دیگه است. یه ارث خیلی خوبیه برای مثلا یه خانواده دیگه. میخوام بگم این داستانه خیلی سوال مهمیه، بسته به اون تیک پرافیتتون داره، بسته به اون شرایط اقتصادیتون داره، بسته به طمعتون داره. دیدیم تو بورس مثلا یه 5% میخوره، وایسی فردا یه 5% دیگه به همچی میبینی فردا شک صفحه فروشی میشه که هیچ، اون 5% که گین کردی رفته، 5% هم رفته دو ضرر. خب واقعا این داستانیه دیگه. و خب حالا عرضه اولیه سکه که با هم تعریفش رو دیدیم، نمونه هاش هم داریم میبینیم، یک مدل روش تأمین مالی هست و ازش دارن خوب استفاده میکنن. ببین ما یه هارد کپ داریم یه سافت کپ. توی آی سی اویی که انجام میشه تأمین مالی، میاد میگه من سافت کپ هم، کفه تأمین مالی، میگه این پروژه زمانی اجرا میشود که مثلا 100 هزار دلار من بتونم جمع بکنم، و هارد کپش میگه بالاترین رقمی که من لازم دارم برای اجرای این پروژه مثلا 1 میلیون دلاره. و شرط میکنه تو آی سی او، توی وایت پیپرش، همون سفید نامه، میگه اگر عدد من از سافت کپ کمتر شد، یعنی نتونستم 100 هزار تا رو جمع بکنم، چیکار میکنم؟ پول همه رو برمیگردونم. یا حالا مثلا یه توضیحی داده. شما حواستون باشه که این چیزا باید توی وایت پیپر ها مشخص باشه، یا نه اگه تو وایت پیپرش مشخص نیست تو وبسایتش باید مشخص کرده باشه، یا در قالب یک ایمیل تو یا تو فرم‌های مختلف جواب داده باشه. و نتونستی 100 هزار تا جذب کنی، تکلیف پولی که من دادم چیه؟ چون پروژه اجرا نمیشه دیگه، فیل شده همین مرحله اول. مرز بین کلاهبرداری و شکست پروژه مثل مو باریکه، و اگر شکست بخوره پول مردم رفته دیگه. تو پروتکلی داری برگردونی یا نه؟ میگی من مثلا انقدرم هزینه کردم رفته دیگه، هرچه بادا باده. و خب این مهمه، بعد حتما نگاه بکنی. خب من یه استیکینگ، اینا اصطلاح دیگه، استیکینگ، کریپتو استیکینگ چیه؟ در لغت به معنای دریافت سوده. خب این که حالا دیکشنری هم به من همینه میگه، ولی خب این مفهوم توسط سانیکینگ و اسکات نادل ایجاد شده بود. یه کوین میبینم پر کوین هست و دو تا روش برای این دریافت سود وجود داره. من یه ویدیویی تهیه کرده بودم توی کانال یوتیوبم گذاشتم، شما میتونید مثلا با بیت کوینتون وام بگیرید یا اینکه سود بگیرید. خب این دو تا نکته مهمه دیگه، وام گرفتن و سود گرفتن. درصداش هم مشخصه دیگه، مثلا تا 5% بهتون
بهره میدن، بین تا 10% هم بهتون وام میدن و متناظر شما اون کریپتوتون رو دارین قرار میدین. یا این کریپتویی که دارین توی مثلا کیف پولی مثل تراست ولت میذارین که سود دریافت کنید، یا توی صرافیایی میذارین مثل بایننس که بهتون سود میده. چجوری اصلا اینا برای چی باید سود بدن؟ مگه چی کار میکنن با کوین شما، با اون مثلا بیت کوین شما، با اتر شما، یا حالا هر کوینی که داره تعریف میکنه؟ ببینید، اینا شبکه هایی رو تعریف میکنن، پلتفرمایی رو تعریف میکنن که تهیه میکنن که وقتی این کوین های شما روی اون پلتفرم قرار، یعنی شما میدی کوینت در اختیار این میریز به کیف پولش، در اختیار این میریز به کیف پولش، این از تو کیف پولش میبره رو اون پلتفرمش، وقتی که میاد یه قراردادهایی می‌نویسه که هر چقدر تعداد این کوین‌ها بیشتر باشه، تایید اون تراکنش‌ها سریعتر و بهتر انجام میشه. این عملاً داره با پول شما میره یه پول ایجاد بکنه، با سرمایه شما میره یه سرمایه گذاری بزرگتری انجام میده و از اون محل یا منابع مالی دیگه‌اش داره به شما سود پرداخت میکنه. در نظر داشته باشین اگه یه جایی کیف پولی دیدین که مثلا استیکینگ داشت، شما اگه من کیف پولام دقت بکنید و حتما حتما باید معتبر باشه. این زیر پله یا همشون کلاه برداره و پولتو میزنی دیگه هیچی، دیگه بود دنبال منابع مالیتون. تو قسمت کلاهبرداری آخر این دوره من در مورد روش های کلاهبرداری و کلاهبرداری نیجریه‌ای که وجود داره، سبک کلاهبرداری این، با هم کلی مطلب داریم صحبت خواهیم کرد. وایت پیپر که گفتم همون سفید نامه، اوراق سفید، سفید نامه یا گزارش جامع، یک سند رسمی در خصوص طرح کسب و کار برای تامین سرمایه و نظر و جلب نظر سرمایه گذار، شامل معرفی محصول، هدفش، فناوری، سرویس دهیش و پیش نیازی برای آی سی او کردن. یه نمونه براتون گذاشتم توی این فایل ها، جلسه بعدم یه نمونه دیگه بهتون میدم. این نمونه فارسیه، بیت کوینه، ولی اگر بتونم اینو پیداش بکنم همین الان براتون آپلود بکنم که ازش استفاده بکنید. مربوط به یه دونه آی سی او ایرانیه و فکر میکنم که براتون بتونه مفید باشه. یک چند لحظه اگر به من اجازه بدین من توی این آرشیوم ببینم بتونم پیداش بکنم، در اختیارتون بذارم.